الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين بالقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوم ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر خشى الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة بعجل كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليك المرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، إن قلتم بل أنتم قوم تجهلون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسركم لربهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة من الرحمن لا تغضبني سبعة وشهد لا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم وأخرجنا منها حبا فمن وجعلنا فيها جنات من نخيل معنا من فجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم وما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا متاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصيتهم إلى أهلهم ورجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا مبعثنا مرقدنا هذا ما عاد الرحمن. وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال لهم فيها فاكهة ومرهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. أمتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره لننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن إلا ذكر القرآن مبين.
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما صنع ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرات أزواجه وذرياته وأصحابه وأهل بيته وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وأزواجهم وذرياتهم من المؤمنين وإلى حضرات جميع أوليائك الكرام. اللهم اجعل ثواب قراءتنا زيادة في فضلهم وشرفهم وإلى روح من اجتمعنا هاهنا بسببه وقرأوا القرآن العظيم لأجله خاصة. اللهم اجعل ثواب قراءتنا فداء مفكاك لنا ولهم من النار وجعل ثواب قراءتنا مونسا لنا وله في القبور الى يوم القيامه. اللهم ما اتاك به من حسنه فتقبلها وما اتاك به من سيئه فتجاوزها. اللهم امنا واياه يوم الفزع الاكبر واظل لنا واياه في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك واسقنا واياه من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثقل موازين حسناتنا وحسناته وخفف موازين سيئاتنا وسيئاته. اللهم آت كتابنا وكتابه بأيماننا ويمينه ولا تعط كتابنا وكتابه بشمائلنا وشماله ولا من وراء ظهورنا ولا من وراء ظهره. اللهم نجنا وإياه من النار واسكننا وإياه في الجنة بجوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا وإياه من عبادك الصالحين وعبادك المتطهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على خير المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷൈഖുന താജുൽ ഫുഖഹ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്തു തന്നു. ഉസ്താദ് അവർ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് നസീഹത്തുകൾ പറയുന്നു. ഉസ്താദ് അവരെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد നമ്മൾ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഖുർആൻ ഓതി ദിക്റെല്ലാം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കുറേ സേവനം ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ചും വിൽമ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്തു. അത് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയ ഒരു സമയം വരെ നടത്തി. അതിനുശേഷം ഈ ലോകവുമായി വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. പിൻഗാമികളായ ആളുകൾ പിന്നെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർ അവർക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഗുണം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം, മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി സദഖ ദുആ, അത് വലിയ ഗുണമുള്ളതാണ്. സദഖ മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ ചെയ്താൽ അത് മരിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും എന്നതിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതേപോലെ ദുആയും, ദുആയും സദഖയും കിട്ടും എന്നതിൽ ഒരഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതിൽ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഖുർആനോത്ത്, അതും അങ്ങനെ തന്നെ. നമ്മളെ ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അതവർക്ക് കിട്ടും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കുറേ ഷർത്തുകളുണ്ട്. മരിച്ച ആളുടെ മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഓതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഓതുക മറമാടിയതിന് ശേഷം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കരുതി ഓതി ഓതിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുക. എന്നാൽ ഖുർആന് ഓതിയത് കിട്ടും. മാത്രമല്ല, ഏതൊരു അമലും മനുഷ്യൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മിസിൽ സവാബ് മരിച്ച ആള് ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന എൻ്റെ ഉമ്മ ബാപ്പാമാർ ആരാവട്ടെ അവർക്ക് കരുതി ദ്വാരന്നാൽ അത് കിട്ടും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. മരിച്ച ആൾക്ക് ഗുണം കിട്ടും. പിന്നെ ഇതാ മാത്തമനു ആദമീങ്കത്ത അമലു, മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവൻ്റെ അമൽ മുറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അമലാണ് മുറിഞ്ഞത്. അവന് പിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല, നോമ്പുറിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തതോ അത് കിട്ടും. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ കിട്ടുന്ന കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മരിച്ച ആൾക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കല്. ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഗുണം മരിച്ച ആൾക്ക് കിട്ടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ ചെയ്താൽ അത് ആ മരിച്ചവർക്ക് ഗുണമുള്ളതാണ്. ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓതിയ ആള്, സദഖ ചെയ്ത ആള്, ദുആ ചെയ്ത ആള് അവർക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നു. അതേപോലെ ഈ ഓതിയ ആളുടെ കൂലി ചുരുക്കാതെ അതിൻ്റെ മിസില് അതിൻ്റെ അത്ര തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടും എന്നാണ്. അത്ര തന്നെ കൂലി കിട്ടും. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന അല്ലാഹു മൗസിൽ മിസല സവാബി മാ ഖറഅനാഹു അല്ലെങ്കിൽ മാ സല്ലൈനാഹു, ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ മിസില് അത്ര, ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്ന അത്ര. ഇനി മിസില് എന്ന് ദ്വായിലവിടെ കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ കിട്ടി അത്ര തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടണം, ഞങ്ങളെ കൂലി കുറക്കാതെ. അത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി
ആണ് ഉദ്ദേശം. ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു 100 ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1000 ആൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരുന്ന് ആ മഷാരിക്കല്ലറിയിൽ ആ മഹാരിബിഹ ഉള്ള എല്ലാ മുമിനികൾക്കും വേണ്ടി ദ്വാരുന്നാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. ഒരു ആസീനോദിയിട്ട് 1000 ആൾക്ക് ഹദിയ ചെയ്താൽ 1000 ആൾക്ക് ഒരു യാസീനെ ഓഹരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓരോരാൾക്കും ഓരോ യാസീൻ്റെ കൂലി കിട്ടുമെന്നാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫദൽ വാസിയാണ്, വളരെ വിശാലമാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ യാസീൻ്റെ കൂലി കിട്ടൂ. ആന മരിച്ചവർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത അമലുകളുടെ കൂലി കിട്ടും. പിന്നെ ചിലർ പറയലുണ്ട്, ഇമാമു നബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ശറഹ് മുസ്ലിമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഖുർആൻ ഓതിയാൽ ആ മരിച്ച ആൾക്ക് കിട്ടൂലെന്നാണ് ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ മഷൂർ മദ്ഹബ്. ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓതി, ആപ്പാക്ക് വേണ്ടി നന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓതി, അടയോ അല്ല ഓതി, പിറകെ ദ്വാരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്തല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഖബറിൻ്റെ അടുത്തല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും ഓതിയാൽ കിട്ടൂല. ഇതാണതിൻ്റെ വിശദീകരണം എന്ന് ഇമാമു നബി തങ്ങളുടെ വാക്കിനെ വിവരിച്ച ഉലമാക്കൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു ഹജർ ഹൈതമി, അതുപോലെ തന്നെ നിഹായ മോഹിനി, ഇതുപോലത്തെ കിതാബുകളിലൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് കാണാം. അപ്പോൾ ദുആ അറക്കണം. മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് ദ്വാരന്നാലോ, ഓതിയാലോ, ദ്വാരന്നില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കിട്ടും. ഖുർആൻ ഓതിയൻ്റെ ബറക്കത്ത്, അതിൻ്റെ മിസിൽ സമാബ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ദ്വാരക്കണം. മരിച്ച മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഓതിയാൽ ദ്വാരുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ്വാരക്കണ്ട എന്നല്ല. മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് ഖുർആൻ ഓതലും ദ്വാരക്കലും രണ്ടും സുന്നത്താണ്. നമ്മളെ ഫിഖ്ഹിൻ്റെ കിതാബുൽ ഫുത്ഹുൽ മുഈൻ തുടങ്ങിയുള്ള അതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള എല്ലാ കിതാബുകളിലും പറഞ്ഞതായി കാണാം. ഖുർആൻ ഓതലും ദ്വാരക്കലും രണ്ടും കൂടി സുന്നത്താണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യൽ, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. യാസീൻ ഓതാ, ഖുർആൻ ഫുൾ ഓതി തീർത്താൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. സിയാറത്തിലെ സ്ഥലത്ത് കാണാം, സിയാറത്തിന് പോയാൾ കുറച്ച് ഖുർആൻ ഓതാ, ഖുർആൻ ഓതാ, അത് ഒരു ഖത്തം തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഖത്തം തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണത്. അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. അള്ളാഹു പിന്നെ നല്ല കൂട്ടരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്, വല്ലദീന ജാഉ മിൻ ബഅദിഹിം യഖൂലൂന ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ആ മഹാന്മാര് സഹാബാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മുഹാജിറുകൾ, അൻസാരികൾ, അവർക്ക് ശേഷം വന്ന നല്ലവരായ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അവർ ദ്വാരക്കും യഖൂലൂന ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا, അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുത്തു തരണം, ഞങ്ങളെക്കാളും മുമ്പ് ഇവിടെ കുറേ ആളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി, അവർക്കും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ് എന്ന് മരിച്ചവരെ ഓർക്കുന്നവർ അവർ നല്ല കൂട്ടരാണെന്ന് അല്ലാഹു തആലവൻ്റെ ഖുർആനിൽ തന്നെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഈ ചെയ്തതെല്ലാം അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാരാവട്ടെ. ഇൽമു പറഞ്ഞാൽ അതും സാലിഹായ അമൽ തന്നെയാണ്, അതിനും കൂലിയുണ്ട്. ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസ് ഏറ്റവും വലിയ ദിക്റിൻ്റെ മജ്‌ലിസാണ്. ആ മജ്‌ലിസിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ ഹാജരാവുന്നു. ആ മജ്‌ലിസിൽ വന്നിരിക്കലും പറയലും കേൾക്കലും എല്ലാം സാലിഹായ അമൽ. നമ്മളീ മജ്‌ലിസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാലിഹായ മജ്‌ലിസായി അല്ല കബൂൽ ചെയ്യുമാരാവട്ടെ. ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു തആല കണക്കാക്കി കൂലി കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിസ്ൽ സവാബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് സുയാരുടെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാരാവട്ടെ. അവരെ ഖബർ അള്ളാഹു തആല വിശാലമാക്കട്ടെ, സ്വർഗത്തോപ്പാക്കുമാരാവട്ടെ. അവരെയും നമ്മളെയും എല്ലാം സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടി തരുമാരാവട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ ദുആ കബൂലാക്കുമാരാവട്ടെ. ആമീൻ.